بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته. الحمد لله الذي أعزنا ونفع، الحمد لله على كل حال إلا حال أهل النار. با حمد و سپاس و ستایش بی‌حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حق جویان و مرصفان. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعاتی را که انشاءالله در خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. قبل از اینکه در محضر قرآن بنشینیم، دست دعا برداریم پیش صاحب قرآن تا با او سخن بگوییم، درد دل کنیم، نیازهامون را پیش تنها مشکل گشای هستی عرضه کنیم. حمد و سپاس از آن خدایی را که عزت دهنده تنها اوست و ذلیل کننده تنها اوست. همه چیز، همه کس در مقابل عظمتش ذلیل و خاضع شده. آسمان ها تنها در دست اوست، زمین تنها در دست اوست. جویها را جاری کرده، دریاها را ثابت کرده، خورشید را و ستارها را مسخر کرده، ابرها را مسخر کرده، به نور نور داده و به ظلمت ظلمت. با موسی سخن گفته، وقتی که بر کوه تجلی کرده، قطعه قطعه کرده. من و عطا تنها در دست اوست. قانون و پیام و شر تنها در دست اوست. همه ما را از یک نفس خلق کرده و همه ما را به تنهایی محاسبه می کند. حمد و سپاس بر خداوندی که تواب است، توبه پذیر است.
بخشنده است، وهاب است، عطا کننده است. همه گردن ها در مقابل او، در مقابل عظمتش ذلیل و خوار است. همه سرکشان در مقابل جبروت او ذلیل و خوارند. هر سختی بر او آسان است و خردمندان از راه صنعتش به او میرسند. ابر و باد و خورشید و همه چیز سناگوی حمد او هستند و بس. رب ارباب تنها اوست، مسبب اسباب تنها اوست، نازل کننده کتاب تنها اوست. برخلاف ادعای غالیان مدعی تشیع، نه امامی کاری است و نه مأمومی. انسانها را از خاک آفریده و به آنها عزت و کرامت داده. بخشنده گناهان، قبول کننده توبه، شدید العقاب تنها اوست. هیچ مشکل گشایی و ربی جز او نیست. توکل ما تنها بر اوست و بازگشت ما تنها بر پیش اوست. ای پروردگارا، حمد و سپاس چنان بر تو که شایسته جلال و عظمت وجه مبارکت باشد و شایسته سلطانت باشد. حمد و سپاس بر تو به خاطر اسلام، به خاطر ایمان، به خاطر قرآن، به خاطر زن و مال و صحت و سلامتی و تندرستی. ای پروردگارا، به نعمتهای بزرگ ما را مکرم داشته ای، این نعمتها را از ما نگیر. حمد و سپاس بر تو تا حدی که خودت راضی شوید. خدا را سپاس میگوییم که ما را بر اسلام هدایت کرد. خدا را سپاس میگوییم که به ما حکمت و قرآن و سنت آموخت و ما را به نماز و روزه و بقیه عبادت ها موفق داشته. حمد و سپاس بر خداوند یکتا از ازل تا ابد. حق را نصرت کرده و اون را بلند کرده و باطل را شکست داده. انسان را ایجاد کرده، براش چشم و گوش آفریده، براش غذا مهیا کرده، آب و غذا مهیا کرده و از روح خودش بر او دمیده و او را زنده کرده. زمین را در اختیار او قرار داده و او را مسلط بر این هستی کرده. حمد و سپاس بر خداوندی که ما را به دین هدایت کرده. و اگر هدایت او نمی بود، هدایت نمی شدیم. از تنها از او استعانت می جوییم، تنها از او هدایت می جوییم، تنها از او طلب استغفار می کنیم، تنها بر علیه کسانی که با ما دشمنی می کنند، با دین ما، با شخص ما، با برنامه های ما، با کتاب ما، با سنت پیغمبر ما، تنها از او کمک می طلبیم و او را برگردنشان می دازیم. تنها از اوست که هدایت می طلبیم، دوستی دوستانش و دوستی خودش را می طلبیم. پروردگارا، ما شهادت می دهیم که تو تنها مشکل گشای هستی هستید و هیچ اله و معبود مشکل گشای جز تو نیست. برخلاف اونچه که مشرکان مدعی تشیع و مسیح پرستان مشرک و بقیه مشرکان جهان میگویند، ما تنها تو را میپرستیم و استعانت ما تنها از توست. تو شریک ندارید، ند ندارید، شبیه ندارید. نه پیغمبری کاری است در مقابل تو، نه فرشتهی کاری است در مقابل تو، نه بزرگی و امامی و شهیدی کاری است در مقابل تو. همه مخلوق تو اند و محتاج تو. هیچ شبیه و
انبازی ندارید. آسمان ها و زمین را خلق کرده اید، شب و روز را خلق کرده اید و سعادت و شقاوت تنها در دست توست. بندگان صالح را به طاعتت موفق داشته اید و پاداششان را جنت و بهشت برین قرار داده اید. ظالمان و پاسقان را به خاطر اعمال خودشان گمراه کرده اید و سرانجامشان را آتش دوزخ قرار داده اید. تنها تو هستید که پیغمبر فرستاده اید و امام نفرستاده اید، برخلاف دروغگویان امام تراش. تنها تو هستید که کتاب نازل کرده اید تا مردم بدانند که خدایی، معبودی، حاجت گشایی، مشکل گشایی جستونی است و همه پیغمبرانت را بر چنین پیامی فرستاده اید. حمد و سپاس بر خداوندی که بر اله یکتایی که رحمان و رحیم است. زندگی جاودانه از آن اوست. ولی مطلق تنها اوست. کریم و سخی تنها اوست. زندگی که نمی میرد تنها اوست. صاحب جلال و اکرام و اسماء عظام و صفات بزرگ و منتهای بزرگ تنها اوست. حمد و سپاس بر خداوند ذوالجلال و الاکرام. جباری است که کسی را در مقابل او هیچ توانایی نیست. قیم و سرپرستی است که خواب را درش، خستگی را درش راهی نیست، برعکس همه مخلوقات. افعالش نیکوست، موهبت‌هایش بسیار بزرگ، نعمت‌هایش بسیار بزرگ. او کامل و تمام است. تنها اوست که همه ملائکه کرام، همه موجودات، از حیوانات، از درندگان، از چرندگان، از خزندگان، از باد، از نور، از ظلمت، همه ثناگوی او هستند و او ملک و پادشاه قدوس است. ای پروردگارا، همچنان که پیغمبران بر تو حمد گفتند، به پیروی از اونها و بر روش اونها حمد و ثنای تو میگوییم، حمد مرسلان تو میگوییم، حمد متقیان تو میگوییم، حمد تائبان تو میگوییم، حمد عابدان تو میگوییم، حمد حامدان تو میگوییم، حمد ساجدان تو میگوییم، حمد راکعان تو میگوییم. ای پروردگارا، از ما بپذیر. همه حمد و سپاس از آن توست. حمد شاکران تو میگوییم، حمد ساجدان تو میگوییم، حمد طائفان تو میگوییم، حمد قانتان تو میگوییم، حمد و سپاس ذاکران تو میگوییم، حمد زاهدان تو میگوییم، حمد همه مخلوقات را که مورد پسند توست بهت عرضه می داریم. ای پروردگار ما، در هر چشم زدنی حمد و سپاس از آن توست. چه ظاهر چه باطن از آن توست. به اندازه آسمان ها و زمین و هر آنچه که دوست دارید، تو اهل ثنا و مجد هستید. ما همه بندگان تو هستیم. حمد و سپاس را به سوی قبرها نمی بریم، به سوی مرده ها نمی بریم، به سوی مرده پرستان و همراه اونها نمی رویم. حمد و سپاس از آن توست و بس. شکر و سپاس از آن توست. ملک و ملکوت تنها از آن توست. خلق و خلقت تنها از آن توست. خیر همگی تنها در دست توست، برخلاف مشرکان مسیح پرست و امام پرست. و همه امور تنها به سوی تو باز می‌گردد. سر و علانیت همه چیز در دست توست. هر آنچه که بخواهید قادرید. حمد و سپاس بر خدایی که ما را بدین هدایت کرده و اگر هدایت او نمی بود گمراه می شدیم. و صلاة و سلام بر سرور مخلوقات، بر حبیب حق و سرور خلق، نبی ما
برترین خلق خدا محمد ابن عبدالله و بر آل او و صحب او و هر کسی که به هدایتش چنگ بزند، هر کسی که به پیامش چنگ بزند. حمد و سپاس بر خداوندی که بر مؤمنان هم مغفرت وعده داده و هم اجر عظیم. حمد و سپاس بر خداوندی که به مؤمنان موحد بشارت داده به فضل بزرگ، به جنت برین، به بهشت برین. حمد و سپاس بر خداوندی که سرور بشر را، محمد ابن عبدالله را، برای مردم به عنوان شاهد و مبشر و بشارت دهنده و ترساننده و دعوت کننده به سوی خداوند، نه به سوی خودپرستی، به سوی خداوند، و او را به اذن خودش سراج منیر قرار داده. حمد و سپاس بر خداوندی که به ما امر کردی که او را بستاییم، شب و روز ذکرش کنیم، تسبیح گوی او باشیم بس. حمد و سپاس بر خداوندی که قرآن را، فرقان را، فرق گزارنده بین حق و باطل را بر بنده اش، بر سرور خلق که بهترین صفتش بندگی او به خداوند است، محمد ابن عبدالله نازل کرده تا برای همه جهانیان بشارت دهنده و خوشدار دهنده باشد. حمد و سپاس بر خداوندی که ملکیت و ولایت و قیمومیت آسمان ها و زمین تنها در دست خودش هست و بس، برخلاف ادعای مشرکان امام تراش و مسیح پرست و بقیه مشرکان دنیا. او نه فرزندی به خود گرفته و نه نیازی به فرزند دارد و هیچ شریک و انبازی در ملک و ملکوتش ندارد. همه چیز را خلق کرده و همه چیز را به خوبی مقدر کرده. انسان را از یک نطفه مخلوط درست کرده، به او سمع و بصر داده، به دوباره راه را براش روشن ذکر کرده و اختیار شاکر بودن و کافر بودن را در اختیار خودش گذاشته. هر کسی که شکرش را ادا کند، جنت فردوس با نعمتهای فراوان در انتظارش هست، و هر کسی که کفر بورزد، غیر از خداوند، غیر از خالقش، ولی و نصیری پیدا نخواهد کرد. درود و سلام بر محمد و آل محمد و اصحاب محمد و پیروان محمد تا قیام قیامت باد. سپاس و حمد دائم آن خدا را که نعمتهای بی حد داد ما را. درود و هم سلام بی نهایت به روح مصطفی ختم رسالت، به آل و صحب آن فخر عالم، به هر روز و شبی، هر آن دمادم، خصوصا بر روان چار سرور، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، که هر یک کوکب برج خلافت، درود حق بر ایشان بی نهایت. خدایا هرچه داریم از تو داریم، خدایا هرچه داریم از تو داریم، به جز تو از کسی چیزی نداریم. به ما بخشیده ای هر گونه نعمت، به ما هرگز نشاید از تو غفلت. تمام هستی ما از برایت، تن و جان و روان ما فدایت. ندانم من چه چیزی بهرمان به، خدایا خداوندا به ما آن ده که آن به. به شافی رحم کن او را ببخشا، تو دستش گیر و هم عفوش بفرما. با عرض سلام مجدد از خداوند متعال تقاضا دارم که
در این ساعتی را که در خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن، سخن خداوند است و بهترین رهنمود، رهنمود نبوی. به فضل و لطف و منت خداوند جل جلاله و منواله در شرح بهترین سخن، در شرح سخنی که حرف او را ریب نه، تبدیل نه، آیه شرمنده تأویل نه، رسیدیم به آیه شریفه 74 از سوره توبه. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و بعد از اون تفسیرش را انشاءالله. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قسم ها به یکتا خدا می خورند، به روی زبان نام او می برند. منافقان قدیم هنوز نفاقشون ساده بود، هنوز نفاق مرکب به اسم اسلام و دین نگرفته بودند. یعنی شیطان هنوز این چیزها رو خودش هم نمی دونست، بعدها سرش شد و بهشون یاد داد. منافقان امروزی به خدا که قسم نمیخورند، هیچی به خلق خدا قسم میخورند. منافقان اون زمان ساده تر بودند، ولذا منافقان امروزی را که به غیر خدا، به علی و حسن و حسین و بقیه بزرگان قسم میخورند و این را جزء مذهب خود قرار دادند، بسیاری از اهل علم این زندیق ها را حتی از منافقان بالاتر میدونند. منافقان پیشین نه، چون اول تجربهشون بود. قسم ها به یک تا خدا میخورند، به روی زبان نام او میبرند. با این حال قرآن ازشون انتقاد میکنه، با وجودی که به یک تا خدا قسم خوردن، ولیکن چون دلشون چیزی دیگریه، اونا رو منافق مینامه. پس زندقه خیلی بدتر از نفاقه، اون چرا که مدعیان ولایت امروز ادعاش میکنند که هرگز ز تکفیر رب جهان نراندند حرفی به روی زبان. چونی نیست کان کافران گفتند که بیهوده در سخن سفتند، نهادند همت به کاری کزان ندیدند توفیق اندر جهان. نگفتند با ایزد و مصطفی چون این عیب جوییست حقا روا، مگر بعد از آن که از خدا و حبیب بشد بی نیازی بر اونها نصیب. اینا شرح خواهم داد. یعنی چی؟ کنون هم اگر باز از این گناه نمایند توبه به یک تا اله، باز توبه پیش خداست،
با وجودی که منافقان قسم دروغین خوردن، خداوند در توبه را برشون باز میذاره. لیکن به سوی یکتا اله، نه به سوی امام رضا، نه به سوی امام علی، نه به سوی 12,000 دکان به نام امام زاده، بر آنها بود بهتر و نیکتر، به آیین خیر است نزدیکتر. اگر هم عزیزت به تابند رو توجه بورزند بر دین او، خدا هم به عقبا و هم روی خاک بر اونها عذابی نهد دردناک. به روی زمین هیچ یاور و یار نخواهند یابند آن قوم خار. خدا میگه شما در روی زمین هیچ یاوری نمیخوابید، نمیابید. اینها میگن علی یاره. ببینید که قرآن چقدر با این مذهب بشر پرست جنگ داره در سراسر آیاتش، در سراسر کتابش. قبل از این که به اینجا برسیم، در تکمله آیه سابق عرض شد که خداوند سبحانه و تعالی از انسان میخواد که اصلاح کنه، هیچ چیز رو فاسد نکنه، یا اون چرا که میبینه به جای خودش بگذاره، یا که بهترش کنه اما بدتر نکنه. ولذا وقتی میبینه انسانی که صنعت خدا را در هستی خراب میکنه، میخواد اونو از بین ببره، خداوند همچون که انسانها بر صنعت خودشون غیرت به خرج میدن، خداوند هم بر صنعت خودش که انسان باشه غیرت به خرج میده. لیکن خداوند من شما رو از مختار آفریده، مثل فرشته ها مجبورمون نکرده، تسبیح گویمون نکرده، مثل حیوانات مجبورمون نکرده، ما رو مختار آفریده تا اینکه حساب در روز قیامت بر سر عدالت باشه. ولذا اولین قدم اینه که حرف خدا به مردم برسه. تبلیغ برای اینه، دعوت برای اینه، اینکه سخن خداوند، دین خداوند بدون کم و کاست، بدون تغییر و تحریف، بدون اضافه کردن امامت و وصایت و عصمت و بقیه چرندیات و چرندولوژی ها، همچون که در قرآن هست به گوش مردم برسه، همچون که پیغمبر به مردم رسونده به گوش مردم برسه، همچون که علی و یارانش اهل بیت و همچون که خلفای راشدین، همچون که یاران محمد صلی الله علیه و سلم به مردم رسوندن بعد از او، همچون به مردم برسه، همچون که امروز دست نخورده در میان اکثر مسلمانان هست. و هر وقت که دعوت به گوش مردم رسید، به گوش بشریت رسید، این از اتمام رسالت محمدی است صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. بعد از اون انسان ها خود آزادند، هر که میخواد تو یا پند بگیره یا ملول شه به خودش مربوطه. بله، ایمان بیاره ایمان نیاره به هر شخصی خودش مربوطه، چون قلبش دست خداست، دست پیغمبر نیست، دست بشر نیست. ولذا خداوند از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میخواد که در کارزارش با معاندان و درنگان و دشمنان خدا، اولین گامی رو که برمیداره دعوت و تبلیغ با برهان و حجت و قانش کردن باشه. اگه برهان، دلیل، منطق نتیجه نداد، یکی اومد یا شخصی یا دولتی یا جامعی بر علیهتون اسلحه برداشت، اون موقع شما حق داری اسلحه برداری، جواب به اصطلاح با احترام برادران ترک، جواب ترکی به ترکی است، هر زبانی جواب خودشو داره. و اینجا خداوند فرمود که واغلوز علیهم، یعنی در چنین وقتی که اومدن به جنگ شما، دیگه اینجا
غلظت به خرج بده، شدت عمل به خرج بده. اینجا جای رحمت نیست، جای عاطفه نیست. رحمت که همه جا هست، جای عاطفه نیست. بلکه عاطفه اینجا که شما خرج بدید ممکنه طرفو جسورتر کنه بر گناه. به عنوان مثال وقتی دوزی میکنه، جنایتکاری جنایت میکنه، بخصوص دزدان سرگردنه هایی که در پشت میزها نشستن میلیارد میلیارد میدوزن، شما وقتی اینا رو مؤاخذه نمی کنید بیشتر از این دوزی میکنه. لیکن اگه یک بار دست یک کارمند بزرگ بریده بشه، 100 تا کارمند دیگه عبرت میگیره. چنین غلظتی کل جامعه رو از دوزی باز میداره. ولذا وقتی قاتل میکشه، این بر جلوگیری از قتل خیلی بهتر از اینه که آقا تو زندانش کنند بعد مدتی هم بیاد بیرون. میگه خب یکی صبر میکنه، کاری نداره که، از داخل زندان هر چی دلش میخواد انجام میده. ولذا وقتی شما یک قاتل و یک مجرم در مقابل مردم میارید، قصاصش میکنید، همه جامعه ازش عبرت میگیره، میدونه که فرد دیگه خون مردم ساده نیست. هر کسی که فکر شیطانی به سر بشتن که مردم رو بکشه یا اموالشون رو بدزده، عقوبتی رو که در مقابل مردم دیده در جلو چشمش میاد. یعنی با چنین عقوبت های شما جامعه رو از شر اینکه جرائم درش منتشر بشه باز میدارید. بعضی از سطحی ها، بعضی از توتی ها، بعضی از بوزینه ها میگن آیا کسی که دزدی کرد دست شو باید ببرید؟ اسلام میگه بعده. برای شما وقتی دست یک نفر رو میبرید، جامعه رو از دزدی بیمه میکنید. هدف دست بریدن نیست، هدف حفظ اموال مردمه تا اینکه میلیون ها دست دیگه دست به دزدی نبره. اصلا هدف این نیست که دست دزد بریده بشه، هدف اینه که با این عقوبت شما میتونید جامعه رو سالم نگه دارید که دیگه دزدی درش رخ نده. ولذا در وقت اجرای قانون نباید عاطفتو به خرج بدید. اگر عاطفه به خرج دادید جریمه رو تشویق میکنید. ولذا راجب زنا هم اسلام همینو میگه در سوره نور آیه 2، فجدو کل واحد ازانی تو ازانی فجدو کل واحد دت من هما میت جلده ولا تاخدکم بهما رعفه. زن و مرد زناکارو اینقدر سات شلاق بزنید. و شاهد این نیست، شاهد اینه که اینجا عاطفه سراغ تو نیاد. یعنی آقا چرا بدنش بیچاره بی گناه داره ولش کن. قرآن میگه نه، این کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر، اگه خدا به خدا و روز قیامت ایمان دارید چنین نکنید. و تازه گروهی از مردم جامعه تماشاگر این موضوع هم باشند تا هر کسی حساب خودشو بکنه. مقصود این که در باره عقوبت ها در اسلام تحریف های زیادی شده، لیکن آیا جامعه‌ای هست که درش عقوبت نباشه، درش یک موضوع تجریم نباشه، یعنی یه موضوع جرم اعلان نشده باشه؟ جوامع غیر دینی رو نگاه کنید، آیا راجب جرم ها عقوبت نذاشتن؟ امکان نداره. هر جامعه‌ای یک اعمالی رو جرم حساب میکنه و براش مؤاخذه قرار میده، عقوبت قرار میده. لیکن هیچ عقوبتی نمیتونه باشه مگه اینکه قبلا جرم شناخته بشه. با این جرم هم باید با نص باشه، با واضح و صریح باشه. پس هر دولتی، هر جامعه‌ای درش عقوبت ها هست. اگر نباشه زندگی قابل عیش نخواهد بود.
یک آنارشیسم رو خواهد داد که هیچ کسی نمیتونه زندگی کنه، جنگل مورا میشه مثل ایران. و وقتی شاهد این نیست، شاهد اینجاست وقتی هر حاکمی، هر دولتی، هر اندازه هم که ناچیز باشه بتونه عقوبت بذاره، بتونه یه امر و جرم حساب بکنه در چیزی که مالکش نیست. انسان ها مالکشون خداست، انسان ها نیستن. آیا خداوندی که این انسان رو خلق کرده نمیتونه یک عمل و جرم حساب بکنه و عقوبتی رو که متناسب با اون جرمه اعلام بکنه، در صورتی که مالک همین چیزه؟ انسان ها مالک هم دیگه نیستن. وقتی خداوند دستور میده که مثلا دست دوست رو ببرید، مثلا اون خالق انسانه و مالکشه، اونم این دستور میده برای که میلیون ها دست دیگه دست به دوزی نبره، اموال مردم رو حفظ کنه. و اینجاست که وقتی یک جرم رخ میده نباید مدت زیادی ازش طول بکشه، برای که وقتی مدت زیادی بگذره مردم این جرم رو فراموش میکنن، اون موقع عاطفه میاد سراغشون، باید فوری انجام بشه. وقتی که فوری انجام بشه و مردم میبینن یه جرمی انجام گرفت، یه شخص بیگناه کشته شده، سرصدا شده، همه جامعه ناراحته، اما یه سال دو سال از گذشت فراموش میکنن. و اینجا وقتی میفهمد که پیامبر با دورانگان و دشمنان خدا سخت بگیر، جهاد با کسانی را که بر علیه شما اومدن اسلحه برداشتن شناختیم. لیکن این جهاد و کارزار با دورانگان چطوره؟ اونه که تظاهر به ایمان میکنن، با اینا کارشون خیلی مشکل تره باشون. و بعضی از منافقان یه گناهی رو مرتکب میشدن، پیامبر خدا ازشون سوال میکرد، منکر میشدن، پیامبر میبخشیدشون. خداوند فرمود که نه، اغلوز علیهم، شون شدت عمل به خرج بده. وقتی گناهی انجام دادن یه خورده سخت بگید. و بارها در آیه های سابق هم دیدیم که میومدن قسم دروغی میخوردن، و یحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم، اونا به خدا قسم میخورن در سوره توبه آیه 56 که نه از شما هستن لیکن از شما نیستن. یا در سوره 74 همین که یحلفون بالله ما قالوا، آیه که امشب خوندی، ولقد قالوا کلمت الکفر، قسم میخورند که این حرف رو نزدن لیکن کلمه کفر رو گفتن. یا در همین سوره آیه 62 یحلفون بالله لکم لیردوکم، براتون قسم میخورند ای مؤمنان که شما راضی کنند، و الله و رسول و احقا یردو، خدا و رسولش شایسترند که او را راضی کنند. و در سوره مجادله و یحلفون الکذب و هم یعلمون، به دروغ قسم میخورند و اونا میدونن. گویا که هر موقع قسم میخوردن پیغمبر باور میکرد، از شما میبخ در میگذشت، خدا من اونها رو رسوا کرد که نه اینا دروغگویان. از پیغمبرش خواست که شدت عمل به خرج بده. ولی آیا اینکه پیغمبر اندکی سخت گیرتر باشه اونها رو از مجازات خداوند در قیامت معاف میکنه؟ نه. چرا؟ بلکه این شدت عمل به خرج دادن در دنیا به خاطر سالم موندن جامعه، اینکه حرکت جامعه به روال طبیعیش رو طی کنه. ولی که هر منافقی بدونه که خداوند اون رو رسوا کرده و رسوا میکنه، همچنان که در این ظرف این 40 سال دولت منافق حاکم بر ایران رو رسوا کرده. لیکن همه اینها از عذاب آخرت بی نیاز نمی کنه. و اعتقاد به امامت و عصمت و ولایت همطور که بارها عرض شده از نفاق خیلی خیلی بالاتره، چون ختم رسالات رو زیر سوال میبره.
لیکن با نفاق در لباس امامت اینو پنهان میکنن. ولذا خداوند راجب منافقا میگه که و مأواهم جهنم و بئس المصیر، مثل کافران مسیرشون، مرجع اخیرشون به کجاست؟ به جهنمه. هر عقوبتی در دنیا مدتی داره، ممکنه مورد بخشش قرار بگیره، ممکنه مدتشو بگذرونه، به اشکال متعدد همچنان که میبینیم. لیکن عقوبتی را که منافقان در انتظارش هستند در روز قیامت خیلی سخته و این ترسوندن اون هاست که این کار رو نکنید، دست از نفاق بردارید. وقتی شما میدونید که جهنم ابدیست، این جرائم انجام ندید، دست به نفاق نزنید. و این آیه که امشب خدمتون تلاوت شد، این آیه اشاره میکنه به داستانی که در عهد رسول خدا علیه السلام رخ داد. در اثنای جنگ تبوک، جنگ با روم، حوادثی که در قصه هست خیلی دقیقه و میشه ازش داستانهای متعددی رو استنباط کرد. قرآن گاهی تعبیر مستقیم به کار میبره و این از ویژگی های قرآنه. گاهی تعبیراش غیر مستقیمه از راه قصه و این اسلوب مخصوص قرآنه. و قصه معمولا برهانش همراهشه، دلیلش همراهشه، برکه عناصر قصه در اشخاصیه، اینا حرکت میکنن و حرف میزنن، با هم ارتباط برقرار میکنن. انسان برادر انسانه، از حرکت انسان عبرت میگیره. وقتی شما داستانی رو از یه انسان میخونید، خواهی نخواهی ازش پند میگیری. ولذا قرآن در سوره یوسف آیه 111 میفرماید لقد كان في قصصهم عبرتون لأولی الابصار، در داستانهاشون پند و عبرتیست برای خردمندان. جلاس بن سوید داستانی داره با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. کتب سیره روایت میکنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی خواست به جنگ رومیان بره برای پیشگیری قبل از که بیان مثل مشرکان مکه بیان مدینه حمله کنن، این جنگ جنگ تبوک بود، در سرحد، در مرز دولت روم بود، همون سرزمینی که امروز سرزمین مبارک شامه، که روم جدید یا منافقان جدید در واقع در لباس ولایت سرزمین مبارک شام را با قدم‌های نجس خودشون آلوده کرده اند و با افکار نجسترشون و روی شاه اسماعیل صفوی و تیمور رو هم سفید کردند. خداوند اینها را خار و ذلیل کند و ملت مسلمان شام را از شر اینها راحت کند. ای خدایا ظالمان را با ظالمان مشغول بدار و مؤمنان و صالحان را از شرشون راحت بگردان. و این اولین جنگی بود که بین مسلمانان و بین غیر عرب داشت رخ میداد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در تابستان که هوا خیلی گرمه در جزیره العرب، مردم دعوت به این جنگ کرد. در این فرق مردم دوست دارن در چنین وقتی، خیلی ها اونایی که ایمان در دلشون عمیق نیست، در خونه هاشون بشینن، در خیمه هاشون بشینن، زیر درختانشون بشینن، زیر در جو مرطوب زیر درخت هاشون بشینن، از سایه بیرون نرن، هوا گرمه. در چنین وقت سختی که هوا خیلی گرمه، پیامبر علیه السلام و علی و صحبه الکرام
مردم رو دعوت کرد برای جنگ تبوک. الان حوادث همه از ماهیت انسان ها پرده بر می داره. روافض اون زمان، درنگان اون زمان، تقیه بازان اون زمان، هر کسی می آمد عذر علکی می تراشید. من این عذر دارم، این عذر دارم، چون برای که جنگ اجباری نیست، برعکس آنچرا که رژیم نفاق مدعی اسلام مردم و بزور از سر خیابان ها می گرفت و می برد. در اسلام جنگ اجباری نیست، اختیاریه، تازه مال خودته، مالت باید از خودت باشه. جهاد اینطوریه، برای که شما حامل یک عقیده هستی. هر کسی اینا از اینا می اومد عذر می آورد، پیامبر عذر رو قبول میکرد، بهانه میگرفت که من کنار به جهاد شرکت نکنه. ولذا قرآن درباره اینهایی که دو ماه کامل از این جنگ تخلف کردن نازل شد. یه شخصی اسمش جلاس بن سویدی گفت که به خدا قسم اگر محمد راستگویه در اون چی که میگوید، ماها از ببخشین از اولاغم بدتریم. اگر راستگویه با این سخن کفر ورزید به قول قرآن. امروز رهبران مدعی تشیع میگن خاتمت المحدثینشون که جزائری باشه و در میان مراجعشون این حرف ها متفق شبه متفق علیه. آن خدایی که پیغمبر خلیفه پیغمبرش ابو بکر، اون خدا خدای ما نیست و پیغمبر هم پیغمبر ما نیست. آیا این کفر نیست؟ لیکن این کفر رو در لباس، در عبای زرین آل بیت می پوشونن تا شناخته نشن. این جلاس ابن سوید با این سخنش کفر ورزید که اگر پیغمبر صادقه ما چنین چنانیم، اگر صادق نیست ما را چی به این جنگ، چرا به این جنگ بریم؟ ما نیاز به این جنگ نداریم. این سخن راجع به پیغمبر اسلام، پیغمبر معصوم که خداوند اونو با این قرآن فرستاده، با این دعوت عظیم فرستاده، قرآن این حرف کفر رو دونست. یکی از اصحاب پیغمبر بهش گفت که پیامبر خدا راستگوست و شماها از اولاغ هم بدترید. ای جلاس تو از چارپا هم بدترید. بعضی از منافقان، بعضی از طرفداران، بعضی از حوچی ها، بسیجی های جلاس ابن سوید بلند شدن تا عامر ابن قیس انصاری را که این حرف بر علیه زده بود بزنند. برای اینکه جلاس ابن سوید از رهبران قوم بود، از مراجع قوم بود، به اصطلاح امروز از روحانیان قوم بود، از امام جمعه قوم بود به اصطلاح امروز. البته اون شخصی که میگه اگر محمد راست میگویه ماها از اولاغ بدتریم. خب امروز رهبران مدعی تشیع خیلی خیلی بدتر از اینو میگویند و خود را مسلمان میدانند. عمرو بن قیس رب پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و ماجرا را برای شرح داد. پیامبر اکرم علیه السلام ابن سوید خواست و ماجرا را ازش پرسید. الان دقت فرمایید، وقتی که خواسته شده تا از این موضوع باش تحقیق بشه، قسم به خدا میخوره که عمرو بن قیس حرفش درست نیست، اصلا چون حرفی با اون نزده. یعنی چی؟ یعنی به قسم دروغین خورد و انکار کرد. امروز قسم دروغ خوردن رو که شیعه عبادت میدونه، امروز قسم دروغ خوردن رو اگر به سایت سیستانی مراجعه کنید
قسم دروغ خوردن اونجا آورده. اگه به سایت خویی مراجعه کنید همچنین وقتی که قسم خورد که چون چیزی رخ نداده پیامبر ترکش کرد، بلکه ظاهرا مسلمانه و قسم خورده. عمرو بن قیس دید که این او رو دروغگو معرفی کرد با وجود که راستگویه، چیکار کرد؟ به قبر پناه برد، به پیغمبر پناه برد، به بزرگی پناه برد. از پیغمبر بزرگتر کسی هست؟ لیکن همچنان که از پیامبر آموخته بود دست به آسمان برداشت، گفت که ای پروردگارا، من از تو میخواهم که انی اسألک ان تنزل علی عبدک و نبیک محمد صلی الله علیه وسلم تصدیق ما قلت و تکذیب الکاذب. ای پروردگارا، من از تو میخواهم که بر بنده ات بهترین صفت پیغمبر بندگیشه و نبیت محمد صلی الله علیه وسلم تصدیق اون چرا که من گفتم و تکذیب کاذب را نازل کنید. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود آمین، خدایا قبول کن، استجابت کن. هنوز از دعا فارغ نشدن وحی بر پیامبر خدا نازل شد، یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. الان اینجا وحی چیز جدید رو اضافه کرده، هم تکذیب اون کرد و تصدیق این، و همین که نقشه منافقان رو رسوا کرد که میخواستن پیغمبر رو بکشن، ترورش کنن. این که به یک مکان بلندی با خودشون ببرند، از اونجا پرتش کنن. این تروری را که یکی از اصول و منهج عملی و همیشگی مدعیان تشیع در طول تاریخ بوده و هست، از همین منافقان یاد به ارث بردند، الان چه در قدرت باشند چه نباشند، در داخل کشور، در خارج کشور، کدوم کشور اینقدر ترور کرده؟ اصلا ترور در منطقه اسلامی در قرن گذشته با اومدن اسرائیل شروع شد، با ایجاد اسرائیل ترور شروع شد، و در ترور بعدها دولت مدعی اسلام خمینی دست اسرائیل رو از پشت بست. رهبران اولی اسرائیل که استعمار غرب فلسطین را که مالک آن نبود به اینها داد، رهبران اولیه شو در لیست ترورشون بودن، بعدا با همینا گفتگو کردن و فلسطین رو بهشون دادن. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. تا اینجا خوب، و همو به ما لم ینالو، چیزی که نتونستن فکر کردن. بعضی ها میگن که خب کفر و بعد اسلام اینا که اصلا مسلمان نشدن، منافق کافره. لیکن مفسران میگن نه، اینا پیش مردم مسلمان هست، پیش خدا کافرن، هر پیش مردم ادعا اسلام میکنن، مثل بسیاری از زندیخای مدعی تشیع. اینا اظهار اسلام میکنن که کفرشون، نفاقشون، درنگیشون پنهان میکنن. اینجا کلمه ای هست که و کفرو بعد اسلامهم، یعنی بعد از اینکه بین مردم منتشر شد که اینا مسلمانن، ظاهرا نماز میخونن، ظاهرا جهاد هم میرن، آیه موضوع رو خیلی روشن کرده، ظاهر میکنه که صادق کیه، کاذب کیه. صادق عمرو بن قیس که جلاس بن سوید اون تکذیب کرد. خب تا اینجا توقف کنم، انشاءالله که
جلسه دوم را در یه روز دیگه. دوستان به جای پنج به وقت لندن این روزها چون نماز مغرب دیر میشه، وقت داره تغییر میکنه، به جای پنج، پنج و نیم شروع میکنه، یعنی نیم ساعت با تاخیر، مثل امروز، مثل روزهای اخیر که بدون اینکه اعلام شده باشه. آقای محمد افغان، جزاکم الله خیر، بسیار عالی، الله متعال طولانی تا منتن روزی آفید دنیا آخرت برای شما سانده. خیلی متشکرم، سلامت باشید. الله متعال، چطور این راپزی خبیث تروریست قاتل 2 میلیون مسلمان سوری و عراق را منام قاسم سلامی و متکبه برای همیشه جهنم عبدیش نصیب ساخت؟ تماشا کنید چقدر با فخر و سربلندی در سوری مردم اهل سنت را میکشد. بعد مثل همه قاتلان، مثل همه مجرمان، مگر رهبران اسرائیل بر کشتن فلسطینی ها افتخار نمی کنند؟ مثل همه ظالمان اینجوری هست، لیکن شما مثل که کلیپ فرستادید و کلیپت نرسیده، طوری که من حس می کنم از سخنانتون احتمال زیاد شما یک کلیپ فرستادید، کلیپت نرسیده، یا اینکه یک کلیپ رو دیدید، اینایی که ما گذاشتیم، شما بعد این حرف رو نوشتید. آقای خالد ترکمان، راجع به اینکه نام هایی که ظاهر میشه شما نوشتید، اینا رو من زیاد اظهار نظر نمی کنم. امامزاده متبرک و موزگر جدید رافضیان، متبرک دانستن تابوت قاسم سلیمانی، بعده ماشاءالله، نوشیروانی که این همه انسان کشت به نوشیروان عادل معروف شده، الان قاسم سلیمانی را مثل همون حساب قرار میدن. یک انسان قاتل، یک انسان مجرم، تابوتش متبرکه. وقتی مغشویی باشه اینطوریه. تبلیغات عوامو کاروکور میکنه، یا بعضن بعضی از علما رو هم کاروکور میکنه. بله، این هم مذهب خرافه و شرک و زلالت. آقای پهلوان فرنام، یک ویروس به اندازه میکروسکوپی امپراتوری بزرگ و قدرمند چین را با رتبه دوم اقتصادی و رتبه اول نظامی و جمعیت 1.5 میلیارد و خدمتی چند هزار ساله را در آستانه ورشکستگی پیش میبرد. ای خدایا، ای خدایا، کسانی که بر ما ظلم میکنند، بر مسلمانان ظلم میکنند، ما اینها را به تو می سپاریم. چه رژیم خبیث ایران باشد، چه صهیونیست‌ها باشند، چه چین باشد یا دیگران، و جهان را با تهدید بزرگ مواجه کرده است. این است جهان ما، جهان ما. پس در چنین دنیایی تکبر یک طنز بیش نیست در مقابل پروردگاری که می تواند همه هستی رو با یک مولکول میکروسکوپی به چالش بکشاند. شکرگزار خدا باشیم و جز خوبی و بندگی کاری نکنیم. آفرین بر شما، آفرین بر شما. طرفتال اینی جهان برهم زند، کس نمی آورد که آنجا دم زند. لیکن اینو مؤمنان می فهمند، نه غیر مؤمنان. ولذا سپاس بر ایمان.
سپاس خداوند به خاطر ایمان. اشکهایت دلمان را آتش می زند. یک زن مسلمان چینی چه می گوید؟ ما مسلمانان بسیار بیخبریم از حال روز خواهران و برادران مسلمانان در ایگور چین که نزدیک 15 میلیون مسلمان هستند. این متن ترجمه سخنان این زن چینی است که انشاءالله ویدیوی آن را هم به زودی پخش می شود. در واقع چخش کردم در ترجمه این متن به زبان کردی یا هر زبان دیگر به ارگ مردم. این خانم محترم اسمش گلبهار جدید است که از قوم ایگور چین که میگوید بدون هیچ جرمی توسط حکومت چین دستگیر شدم. پس از دستگیر کردن ما به میل خودشان قوانین بر ما وضع میکردن. برای مثال در بسیاری از اوقات مختلف هر زنی باید در مقابل مامورین دو قرص میخورد و برای اینکه مطمئن شود که ما آنها را قورت دادیم جلو می آمدند و درون دهان من را نگاه می کردند و هر 10 روز یک بار به زور و اجبار یک آمپول بر هر زن تزریق می کردند. بعدا متوجه شدیم این قرص ها و آمپول ها برای این است که زنان زودتر یائسه شوند و عقیم و نازا شوند. حافظه و تفکر خود را از دست دهیم تا دین آبا و اجداد خود اسلام را فراموش کنیم و از دینمان و اطرافیان مسلمانمان دست برداریم و آنها را فراموش کنیم. 3. هیچ وقت احساس گرسنگی نمی کردیم، حتی اگر هم گرسنه بودیم به خاطر اینکه از گرسنگی داد و بیداد نکنیم. الله اکبر. 10 روز یک بار 10 تا پلیس زن می آمدند و به همراه 3 تا سرباز، در حالی که اسلحه همراه خود داشتند، سربازان در بیرون می ایستادند ولی آن 10 پلیس وارد می شدند و ما را لخت و اوریان می کردند و ما را وادار می کردند که دستمان را پشت سرمان بگذاریم و مجبورمان می کردند در آن وضعیت 3 بار بشین پاشون انجام دهیم. این هم به خاطر آن بود که مطمئن شوند یائسه شدیم و کاملا نازا و عقیم شدیم. الله اکبر. آن زن میگوید نمیدونم چرا با ما این کارها را میکردند، اما علتش آن بود که تاثیرات قرص ها و آمپول ها را ببینند و میگوید دلیل دیگر آن شکستن کرامت و حرمت و شرف ما زنان مسلمان بود. ای خدایا، ای منتقم، ای جبار. دیوارهای توالت های من را در زندان از شیشه بود و درهایشان را بسته نمی شد و خاطر اینکه آبروی من ریخته شود و همچنین به این خاطر که بوی مطبوع و کثیفی همه زندان را فرا گیرد، برای پخش شدن بیماری چون در توالت ها آب نبود و ما با دست خودمان را پاک می کردیم و کثافت را به زمین می ماریدیم، فقط ساعت 5 صبح اجازه داشتیم از آب استفاده کنیم و بعد از آن می گفتند استفاده از آب ممنوع است برای اینکه ما نتوانیم وضو بگیریم. در چنین حالتی میشه تیمم کرد. بعد از گذشت 10 روز در زندان همه موهای سرمان پر میشد از شپش و زخم به خاطر شکنجه و نبود بهداشت. برای همین موهای سرمان را کامل میتراشیدند و صفر میکردند. هر هفته 20 تا 30 دقیقه سخنان رهبر چین را برای من در تلویزیون پخش میکردند، کاری که در زندان امین میکنند. روزه پخش میکنند و حرفای خمینی و خامنه ای و بعد از آن ما را مجبور میکردند تا مطالب زیر را بنویسیم. من اشتباه کردم و پشیمانم و از رهبر چین سپاسگزاری میکنم. اوست که زندگی را برای ما فراهم آورده و مراعاتمان میکند. قبلا به خاطر دین و عقایدمان بد زندگی میکردیم، اما از این بعد دیگر آن گونه زندگی نمیکنیم و خوب زندگی میکنیم. وقتی از اینجا خارج شدیم فرزندانمان را به مدرسه چینی میفرستند. روزانه باید 5 تا موزاییک چینی و کمونیستی را تکرار میکرد، موزیک چینی و کمونیستی را تکرار میکردیم، وگرنه به ما غذا نمیدادن. هر هفته یک بازجوی مخصوص داشتیم در یک روز خاص دور از چشم دوربین و هر کاری را با ما میکردن. مثلا من 24 ساعت روی یک صندلی آهنی بدون حرکت و بدون آب نشانده شدم و از شدت سختی بیهوش شدم و ما را بیمارستان منتقل کردن. تجاوز جنسی هم به من شد. قسم میخورم یک بار وقتی
که من به من تجاوز شد به شخص گناهکار گفتم چکار میکنی؟ مگر خودت خواهر و مادر نداری؟ چطور این کار را میکنی؟ جواب داد به خودت نگاه کن، تو هرگز شایسته این نیستی که مادر خواهر من باشی. لعنت خدا بر اینها باد. ای خدایا بر ویروس هایت بر اینها بیفزای. من هم خودم را در آینه نگاه کردم و فهمیدم منظورش چیست. همه بدن من پر از زخم و آثار شکنجه است و سرم هم تمام تراشیده و سفت شده است. آنگاه با خودم گفتم راست میگوید و ساکت سر جای خود نشستم. ما روزی یک بار اجازه داشتیم دستمان را با آب بشوییم و آن هم ساعت 5 صبح بود که از خواب بیدار میشدیم، به خاطر اینکه نتوانیم با آب وضو بگیریم. و در توالت ها حتی دستمال کاغذی را هم برای من ممنوع کرده بودند. تنها راه پاک کردن خودمان استفاده از دست و مالیدن آن به زمین بود. ای خدایا این از حال مسلمانان چین در گذشته و در امروز. فهمی مهندس از نشر و پخش این متن از شما سپاسگزار میکنم. بعد دو تا کلیپ مولانا عبدالغفار در مناطق سیل زده. در حال ساخت منزل و سرویس بهداشتی در دشتیاری. برادران بلوش به خود برسن. رضا چی کنم؟ رسول صلی الله علیه و سلم زمانی که مشکلات بر او فشار می آورد، کان اذا فزعه امر بادر الى الصلاه. وقتی که فشار می آمد، کاری رنج به او می داد، به سمت نماز می رفت. حالا جوان ما چی کار می کنه؟ اذا فزعه امر بادر الى الخمر، بادر الى المخدرات. مسلمان راهش اینه، فشار بر او بیاد بره مشروب بخوره، فشار بر او بیاد بره سیگار بکشه، بره مخدرات مصرف بکنه، بره قرص بخوره. بادر الى الصلاة. فشار می آمد قرآن بخون، فشار آمد قرآن بخون، فشار آمد برو مسجد، فشار آمد برو نماز بخون. بله، بلکه مشکلات کلید مشکلات همه دست خداونده. راه حلش خب دوستان اجازه بدید من برای موضوع دوم انشاءالله حدود یک ساعت و چند دقیقه بعد برمیگردم. فعلا همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بسم الله